سلام رفقا، من محمد امین از فارسی ام تی وی هستم. این یه داستان ترسناک از پرندگان خشمین یا همون انگری برزه که بهتون پیشنهاد میکنم نبینیدش. اگه دیدید مسئولیتش با خودتونه. به هر حال قبل از دیدن ویدیو یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، اینستای ما رو هم فالو کنید. لینک چنل دوممون هم داخل دیسکریپشن هست، حتما اونجا رو ساب کنید و لطفاً از فیلتر شکن استفاده کنید که تبلیغاتو نمایش بده. حالا بریم سراغ ویدیو. من بازی پرندگان خشمگین رو دوست دارم. این یه بازی بسیار خوش ساخته که توسط روویو در 11 دسامبر 2009 ساخته شده. نکته جالب اینه که یک روز بعد از تولد منه. اونا همچنین مجموعه های کارتونی زیادی مانند انگری بردز تونز، پیگی تیلز، انگری بردز استلا، انگری بردز بلوز، انگری بردز آندرران و انگری بردز زیرو گراویتی و چیزهای دیگه ساختن. اخیراً فیلمی به نام انگری بردز میکر اسپیس نیز وجود داره که این طرح رو دنبال میکنه. پرندگان بدون پرواز زندگی بسیار شادی دارن، به جز رد، جیسون سودیکیس که نمیتونه از مزاحمت های روزمره زندگی عبور کنه. خلق و خوی او رو به کلاس مدیریت خشم سوق میده، جایی که با چاک، جاشکات و بمب دنی مکبراید با افراد نامناسب آشنا میشه. زمانی که برادران پردارش از خوک‌های سبز به بهشت جزیره‌شون استقبال می‌کنن، قرمز بیشتر آشفته میشه. همونطور که خوک‌ها شروع به کارهای مشکوک می‌کنن، رد به چاش و بوم می‌پیونده تا دلیل واقعی ورود مرموز اونها رو بررسی کنه. در آگست 2019، دنباله به نام The Angry Birds Movie 2 ساخته شد که این داستان رو دنبال می‌کنه. قرمز، چاک، بوم و بقیه دوستان وقتی که یه خوک سبز به اونا پیشنهاد میکنه که اختلافات خودشونو کنار بذارن و متحد بشن، شگفت زده میشن. تهدید مشترک پرندگان تهاجمی از جزیره پوشیده از یخ در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از یه سلاح پیچیده برای از بین بردن زندگی پرندگان و خوک‌ها هستن. پرندگان و خوک‌ها بعد از انتخاب بهترین و درخشانترین خود، طرحی برای نفوذ به جزیره، غیرفعال کردن دستگاه و بازگشت به بهشت‌های خودشون ارائه می‌کنن. حالا اینا رو ولش کن. همه چیز تغییر کرد وقتی یه دیویدی از پرندگان خشمگین در پاک پیدا کردم که چیزهای واقعا ترسناک و به هم ریخته‌ای در اونجا داشت. به هر حال روز روزگاری در حال پیاده‌روی به سمت پارک بودم که یه دیویدی دیدم که آرم پرندگان خشمگین روی اون بود و عکسهایی از قرمز، چاک و بوم داشت. در کاور کاغذی بود. گذاشتم توی جیبم و یه ساعت توی پارک بازی کردم. بعدش به خونه رفتم و با دقت به دیسک نگاه کردم. میخواستم دیسکو بیرون بیارم تا اینکه یادداشت دیدم که در اون چیزی به زبان آلمانی نوشته شده بود: هشدار، این دیسکو در دستگاه پخش دیویدی خود قرار ندید. حاوی مقداری چرندیاته که نمیخواید ببینید، زیرا به شما کابوس و بدبختی میدهد. من فقط اونو نادیده گرفتم چون به زبان آلمانی بود، زبانی که من صحبت نمیکنم. دو یادداشت دیگه هم اونجا بود، یکی به زبان اسپانیایی و دیگری به زبان عربی بود که درک اون سخت‌تر بود، زیرا حروف مانند ABC نیستن که در مدرسه ابتدایی یاد بگیرید. اسپانیایی گفت اگه به اندازه کافی شجاع هستید در این ماجراجویی باور نکردنی به من بپیوندید تا دیویدی رو تماشا کنیم. اما من نتونستم بفهمم عربی چی میگه و نمیخوام اونو اینجا تایپ کنم چون درک اون دشواره. به هر حال من دیویدی رو داخل پخش کننده ام قرار دادم و بارگذاری اون حدود 10 دقیقه طول کشید. وقتی منوی اصلی اومد، همه این پرندگان خشمگین مرده روی زمین دراز کشیده بودن، در حالی که انگری بردز رپ به صورت برعکس پخش میشد. معکوس صحبت کردن بسیار سخته. میخواستم پلی رو فشار بدم، اما چیزی دیگه نظرم رو جلب کرد. ویژگی های پاداش. ویژگی ها عبارتن از نسخه مرده فیلم پرندگان خشمگین، نسخه ترسناک رپ پرندگان خشمگین، خوک پادشاه شیطان و صحنه جایزه مرگ ماتیلدا. من تصمیم گرفتم بعدن این فیلم آشغال رو تماشا کنم. به منوی اصلی برگشتم، اما تصویر چیز دیگه ای بود. kingpic.exe بود و موسیقی با هیچی خالص جایگزین شد. بعد از حدود 1 دقیقه از این کار، من پلی رو روی ریموت فشار دادم. لوگوی پارامونت و نیکلودئون موویز رو نشون میداد که مانند یک رویا به حقیقت پیوسته بود، زیرا من همیشه انگری بردز رو در نیکلودئون میخواستم، اما اون چیزی که انتظار داشتم نبود. عنوان اون انگری بردز لفیلم ده هارر کریپی پاستا بود که به زبان فرانسوی بود.
فیلم با رد، چاک و بلوز شروع شد که گوشت یک خوک مینیون رو میخوردن. بعدش رد گفت میدونی امروز باید روزی باشه که میتونیم تخمهامون رو برگردونیم. بعدش به حالت ثابت برید. بعد از استاتیک ماتیلدا رو با تیرهایی در بدنش نشون داد. با شخصیتی شبیه میکی ماوس، اما اون مرده بود و به شدت خونریزی داشت. فقط این صحنه به نظر میرسید که یک کودک 5 ساله اونو انیمه میکنه. بعدش دوباره به حالت ثابت برش داد. بعد گفتن زمین با ما چه کرده؟ اگه عمق جهنم نبود ما الان زنده نبودیم. خدا حافظ دنیای بیرحم. سپس اونها مرده بودن. بعدش صحنه استاتیک بیشتری وجود داشت، اما این بار ساکت بود. این طولانی ترین چیز ثابت در دیویدی بود. همونطور که روی تلویزیون بود کاغذ رو برداشتم و یه تیکه کاغذ روی زمین افتاد. شبیه نقشه عجیب و غریب جزیره پرندگان بود، اما چشم و دهان داشت. میدونم که 1,000,000 سال دیگه حرف منو باور نمی کنید، اما حقیقت اینه که شروع به صحبت کرد. سلام، من نقشه هستم. اگه میخواهید به جزیره پرندگان برسید باید با من آواز بخونید. سپس شروع به آواز خوندن کرد. اگه جایی هست که باید برید، من همون کسی هستم که باید بدونید من نقشه هستم. من نقشه هستم. من نقشه هستم. اگه جایی وجود داره که باید پیدا کنید، من میتونم شما رو به اونجا برسونم. شرط می‌بندم که نقشه هستم. من نقشه هستم. من نقشه هستم. من نقشه هستم. من خفه شو. داد زدم. به حموم رفتم و نقشه رو انداختم توی آب. بعدش متلاشی شد. صادقانه بگم، دلیلی برای صحبت کردن نقشه وجود نداره. من نیازی به این گندم و زخرف نداشتم. پرندگان در بلندر داد پی ان جی. وقتی به اتاقم برگشتم آخرین دقیقه از آن بخش استاتیک بود. این صحنه بعدی قرمز، بوم، چاک، ماتیلدا و بلوز رو در یک مخلوط کن با متن نشون داد که دیگه پرنده نیست، وگرنه دکمه میکس و فشار خواهم داد. پرندگان بسیار عصبانی شدن و مخلوط کن رو تیکه تیکه کردن. سپس صدای ایستایی بیشتری با صدای بریدن چاقو در پس زمینه وجود داشت. شات بعدی پاپا پیک، جورج و بابا خوک با هال، ترنس، چاش، ماتیلدا و رد رو نشون میداد. بابا خوک نزدیک بود روی پرندگان فرود بیاد و در واقع این کار را انجام میداد. او حتی تخمای پرندگان رو هم شکست. سپس استاتیک بیشتری وجود داشت. قرمز با تبر ظاهر شد و بابا خوک رو با گرافیک ترین شکل ممکن کشتش. خیلی طبیعی بود. سپس به تصویری واقعی از مینیون پیک تبدیل شد، اما بسیار ترسناک‌تر بود. صدا تحریف شده بود، اما می گفت پرنده ها نمردن اما به زودی خواهند مرد. من گوشت اونها و در نهایت الاغ شما رو خواهم خورد. من نمیتونم باور کنم که اون کلمه الاغ رو گفته باشه. سپس کلیپی از قسمت فیکس ایت، قسمتی از فصل 3 انگری برز تونز رو نشون داد. این یه خلاصه داستان داره که میگه وقتی صحبت از شکستن چیزها میشه، چاک سوپر استاره. وقتی نوبت به رفع اونها میرسه، نتایج متفاوته. اما ویدیو خیلی مخدوش بود و آینه‌ای بود و در رنگ‌های معمولی نبود. مینیون پیگ کپی دات پی ان جی. تصویری از سین دات جی پیگ. سپس خوک مینیون شیطانی رو در حال خوردن پرندگان و سپس دوربین نشون داد. اون سپس به دوربین نگاه کرد و دوربین بسیار مخدوش به نظر می رسید. سپس اون رو به مدت 2 دقیقه به یک صفحه سیاه برش داد و سپس وحشتناکترین عکسی که تا به حال دیدم در تلویزیون ظاهر شد. این عکس قرمز، چاک، بوم، بلوز و ماتیلدا بود، اما به صورت زامبی. حدود 1 دقیقه به من خیره شدن. بعدش تصویر بریده شد و به پایان رسید. خب این چه کوفتی بود؟ درک نوت‌های موسیقی غیر ممکن بود، اما فکر می‌کنم اونها به من می‌گفتن که دیسک رو تماشا نکن. سپس دیسک رو به بیرون انداختم، اون رو با چکش کوبیدم و تمام قطعات رو در سطل زباله انداختم. اکنون احتمالاً از خودتون می‌پرسید چه اتفاقی برای کاور کاغذی افتاد؟ آیا اون رو هم نابود کردی؟ خب در مورد کاور تصمیم گرفتم اون رو در یک کاور فیزیکی که سی دی داخلش نبود نگه دارم. اما به یاد داشته باشید اگه DVD پیدا کردید اون رو تماشا نکنید، به شما کابوس میده. اما من همچنان پرندگان خشکین رو دوست دارم. مهم نیست که چی باشه، این DVD در حال حاضر برای همیشه در جهنمه، همونطور که کابوسای وحشتناک هستن. DVD دیگه در اختیار من نیستش، با تشکر از من. اما راستشو بخواید اگه دوباره این DVD رو پیدا کنم باید اون رو از بین ببرم. به لطف من دیگه هیچ کس از این DVD خبر نداره. خب این داستان DVD گم شده پرندگان خشمگینه. DVDی که وقتی که به پارک رسیدم پیدا کردم. هرگز این DVD رو تماشا نکنید مگه اینکه واقعا بخواید، اما به من اعتماد کنید. این DVD موظفه برای شما کابوس ایجاد کنه. وقتی سریال ها و فیلم های تلویزیونی معمولی پرندگان خشمگین رو تماشا کنید و بازی ها رو نیز انجام بدید، زیرا از اون DVD لعنتی بهتر هستن که باعث شد من به انگری بز از دیدگاه دیگه نگاه کنم و هنوزم تا به امروز من رو عصبانی میکنه. و
بنابراین بله، اگه نسخه از اون پیدا کردید اون رو نابود کنید، بسوزونید و دفن کنید. پایان. خب دوستان، امیدوارم از این داستان ترسناک و وحشتناک لذت برده باشید. ازتون ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوی بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.